سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. این ولاگو دارم بعد از سال نو میذارم، یعنی توی سال 1403 این ولاگ آپلود میشه، ولی الان روزای آخر اسفند 402 و من الان دارم چمدونم رو جمع میکنم. ساعت 4 صبح پرواز دارم به استانبول، دارم میرم خونه دوستم. دلیل اصلی سفرم به استانبول کنسرت گوگوشه که آخرین تور جهانیشه. خیلی خیلی خوشحالم، یعنی انقدر هیجان دارم که نمیتونید تصور کنید. شکرگزارم که برام اتفاق افتاد، شرایط جور شد که تونستم به این تور آخر برسم. یه سری ها میگن که نه بازم بعدش کنسرت میذاره، این آخریش نیست، ولی خب دیگه معلوم نمیکنه. احتمال این هست که از این به بعد کنسرت نداشته باشن ولی آهنگ بدن بیرون. به خاطر همین تمام تلاشمو کردم که این شانس رو از دست ندم، به این کنسرت برم. به خاطر اینکه خیلی همیشه دلم میخواسته که برم کنسرتش رو، تو همین الانش هم همیشه استرس داشتم که میگفتم مثلا شاید نرسم به کنسرت، نکنه یه جوری بشه من نتونم کنسرتش برم و همه اینا بوده. الان دارم چمدون جمع میکنم بچه ها. یه چیزی بهتون بگم بچه ها، واقعا هیچ وقت همه چیز اونطوری که ما میخوایم پیش نمیره. من خیلی خوشحال بودم، بلیت کنسرت رو خریدم، بلیت هواپیما خریدم و خیلی هم خوشحال بودم از اینکه دارم میرم استانبول. خب هم بالاخره بعد مدت ها دارم میرم سفر، بهم خوش میگذره، دوستامو میبینم، کنسرت رو میرم و همه اینا. دقیقا توی همه این حال خوبیام که بودم و نزدیکای عید، یعنی همین 3 روز پیش، سرما خوردم. سرمای خیلی بدی هم خوردم، اصلا هم نمیدونم واقعا از کجا مریض شدم، از تو کلاس یا هر جا، یا اصلا سرمای هوا بوده یا هر چیزی. یعنی سرمایی خوردم که مثلا سالها بود یادم نمیاد اینطوری مریض شده باشم. در حد مریضی های بچگیم بود که یادم، خیلی تب می کردم، بعد خیلی گریه می کردم، انقدر حالم خوب نبود، خیلی تبم بالا رفت، بعد دیگه پامو کردم توی آب سرد، کلی دارو خوردم، مجبور بودم. اگر الان همچین برنامه ای نداشتم داروها رو نمی خوردم، احتمالا شاید می رفتم دکتر یا تحمل می کردم که حالا دورش بگذره و خیلی راحت تر می گرفتمش. ولی خب خیلی سخته که مسافر باشی، پرواز داری، فکر کنم می خواهم برم خونه دوستم دیگه. خب الان من مریض برم اونجا که نمیشه. باید حتما حالا خوب میشد که میرفتم که هم اون مریض نشه. به خاطر همین باید خوب میشدم. 3 روز سخت رو گذروندم واقعا از نظر مریضی. هر طوری فکر کنیم، ویتامین سی، سوپ، یعنی همه چی امتحان کردم دیگه. یه سری از این پودرهایی که هستش همه یه داروها رو توش داره، اونا دیگه خیلی زود خوبت میکنه، از اونا خوردم. قرص سرماخوردگی خوردم که تبم بیفته. همه اینا رو امتحان کردم که حالا خدا رو شکر دیروز که بهتر بودم، امروز خیلی بهتر بودم. الان یه ذره کوفتگی مریضی تو بدنم هست، خاطر اینکه خب دیگه مریض میشی یکم انرژی بدنت میفته. الانم دیگه دارم چمدون جمع میکنم. این چمدونه که جلومه یه چمدون بزرگ همینه که الان وسیله هامو توی این میذارم. وسیله زیادی نمیبرم، فقط چند تا لباس میبرم و چیزای مهم و اصلیم. و چمدونمو که جمع کنم آخرین ولاگ 1402 رم آپلود میکنم. آخر شبم را میفتم سمت فرودگاه و براتون ویدیو میگیرم از اینجای سفرم. دیگه شما با من همراهی و امیدوارم که کلی ولاگای خوب در بیاد از این سفرم، مخصوصا کنسرت گوگو. شما با من همراه باشین، ببینید ولاگا رو، کلی لذت ببرید و کیف کنین، مخصوصا کسایی که مثل من خیلی گوگوش رو دوست دارن. ولاگی که قراره از کنسرت گوگوش بگیرم اونو حتما ببینن. امسال امیدوارم برای هممون سال فوق‌العاده‌ای باشه، پر از انرژی باشیم، پر از حال خوب باشیم و امیدوارم هممون، هر کدوممون، هر چیزی رو که دنبالشیم و هر چیزی رو که میخوایم بهش برسیم. یه آرزو که دارم واسه هممون اینه که امسال هر جا هستیم همون جایی باشه که حالمون توش خوبه. آرزو میکنم امسال بیشتر از همیشه در لحظه باشیم، از لحظه‌ای که توشیم لذت ببریم و لحظه هامون هم طوری برامون چیده بشن که لحظه های خیلی خوشی باشن و ازشون لذت ببریم. دیگه بقیه چیزا چیزاییه که هر کسی خودش میتونه برای خودش آرزو کنه و براش کاری رو انجام بده، دیگه چیزای شخصی میشه. من تعیین نمیکنم برای شما چیزی آرزو بکنم، دیگه من دلم میخواد شما به چیزایی که دوست دارین برسین. و مهمترین چیز که میتونم برای هممون آرزو کنم و اینو اجازه رو به خودم میدم،
سلامتیه. چون سلامتی باشه همه چیزای دنیا چیزای دستیافتنیه. وقتی تن آدم سالم باشه چیزی نیستش که خیلی دور و دست نیافتنی باشه، چیز عجیب غریبی تو این دنیا بچه‌ها واقعا به نظرم وجود نداره. میدونم الان شاید یه سریاتون ذهنتون بره به یه سری چیزا، میدونم، ولی من از یه دید دیگه دارم میگم و اینکه شما از یه سمت دیگه اگر میتونید بهش فکر کنید، از این سمتی که من دارم میگم هم اگه میتونید بهش نگاه کنید، واقعا چیزی هستش تو این دنیا که خیلی عجیب غریب و دست نیافتنی باشه؟ به نظر من هیچ چیزی اونقدر عجیب نیست و دست نیافتنی نیست که ما بخوایم خیلی برای خودمون بزرگش کنیم. میدونین چی میگم؟ اوکی یه چیزی بزرگه، ولی ما نباید بزرگتر از اون چیزی که هست تو ذهن خودمون تصویر بسازیم. فکر کنیم وقتی ما بزرگترین چیزایی رو که تو ذهنمون یه روزی داشتیم و وقتی بهشون رسیدیم، حتی شاید خیلی بیرحمانه اون چیزا مثلا برامون عادی شده یا کنار گذاشتیم یا ذوقش رو از دست دادیم یا برامون یه چیز عادی شده. نمیخوام اینو بگم برای اینکه چیز منفی گفته باشم، اتفاقا خیلی مثبته این از نظر من. اگه بهش فکر کنی همه چیزی تو دستتونه، همین دیگه. امیدوارم بهترین واسهتون بشه. خلاصه که منم الان چمدون جمع کنم، یه ذره حالت مریضی دارم، امیدوارم که خوب باشم. من که دوستام مریض نشه، اگه ببینم حالم زیاد خوب نیست هتل میگیرم. اینم چای بابونه است، خیلی برای آرامش، برای خواب مخصوصا خیلی خوب. داشتم ویدیو میگرفتم بچه‌ها، گوشیم زنگ خورد دیگه، در همون هنگ که داشتم حرف می‌زدم نصف شب خوردم. این خیلی دمنوش خوبیه، چای یا دمنوش نمیدونم دیگه، بابونه. یه ماه پیش تو یه دونه از کمد پیداش کردم، جز وسیله‌هایی بود که از نفر قبلی مونده بود تو این خونه. یه دونه نمک و یه روغن و یکی دوتا از این چایا مونده بود که دیده بودم ولی در نیاورده بودم ببینم چه چاییه. دیگه اون روز جعبهشو نگاه کردم دیدم بابونه است، گفتم امتحان کنم، تیبگ هم هست راحت. اونو امتحان کردم دیدم چقدر خوبه، یعنی کل بستهشو فکر کنم دیگه خوردم. الان یه دو سه تا دونهش مونده که الان یه دونه دیگهشو ریختم توی اینکه بخورم و یه ذره استرس و اینا دارم یه کوچولو که طبیعیه به خاطر اینکه خب چون مریضم اینجوریه دیگه. خیلی دوستتون دارم، خیلی خوشحالم که هستین. توی ولاگ قبلی گفتم یکی از اتفاقای خوب 402 برای من شماها بودین. امیدوارم من و ویدیوهام برای شما حس خوبی داشته باشیم و سال 403 بیشتر از 402 کنار هم باشیم، کلی از هم یاد بگیریم، کلی با هم بهمون خوش بگذره و کلی اتفاقای خوب رقم بزنیم و کلی بیشتر و بیشتر بشیم. امیدوارم شما هم کمکم کنید. چجوری کمکم کنید خودتون میدونید دیگه، لایک و سابسکرایب. و اگه سابسکرایب نکردین، بعد یه چیز دیگه بچه، مثلا سابسکرایب ها واقعا بعضی وقتا میپره، چک کنید هر از گاهی که اگه سابسکرایبتون پریده دوباره سابسکرایب کنید. ویدیو هم برای هم شیر کنید، برای هم بفرستین که دیگه دوستاتونم ویدیوهامو ببینن، اگه دوست داشتن لایک کنن، سابسکرایب کنن، اونا هم به ما اضافه بشن. کلی مراقب خودتون باشین. امیدوارم سال نو به همتون خیلی خوش بگذره، 403 به همتون خیلی خوش بگذره، پر از روزای درخشان و خوش باشه واسه هممون. خیلی دوستتون دارم، دوباره هم میگم. یه چیزی بهتون نگفتم، یادم رفت بگم. دارم میرم ولی سفره هفت سینم هم چیدم، یه سفره هفت سین ساده چیدم با هم وسایلی که داشتم. البته سمنو نداشتم که سمنو خریدم از یه دونه سوپرمارکت ایرانی. بعد ظرفام هم ناقصه، با همه چیزایی که داشتم یه دونه سفره هفت سین خوشگل چیدم از خودم که خیلی خوشگله. حالا بریم نشونتون بدم. سبزه پیدا نکردم. من پارسال سبزه خودم کاشتم، گندم خریده بودم از ایران، بعد گندما رو از 2 هفته یا 10 روز قبل عید خیسوندم و یه سبزه خیلی خوشگل درست کردم که دیگه حالا پارسال سبزه داشتم، ولی امسال نرسیدم و گندمم نداشتم. دنبال سبزه گشتم و پیدا نکردم، چون خیلی هم نرفتم حالا مرکز شهر و اینا، اونجا اگه میرفتم احتمالاً بود. سر کوچه رفتم سوپرمارکت، اینا رو دیدم، چند تا از اینا گذاشته بودن. من فکر کردم که سبزه عیده، چون چند روزم بود همش توی مغازه میدیدم. مطمئن شدم که حالا چون اینجا ایرانی و اینا هستش، به خاطر اونا و اینکه نوروزا سبزه آوردن. من اینو خریدم، یه دونه کاغذ بهش بود که کاغذ رو کندم. وقتی آوردم خونه متوجه شدم این سبزه عید نیست، بروکلیه. حالا الانم بکنم دیگه داره زرد میشه چون اینا رو باید خورد. نوشته بود که دونه های بروکلیه و کوکونات، نمیدونم چجوری حالا کوکونات با
بروکلی راستش رو بخواین اونقدر تحقیق نکردم که به این جواب برسم این چطوری درست شده و اینا، ولی اینو باید بخوری، خیلی هم مفیده. اینم که از ایران خریده بودم اینو قبلا، ماهی توش هم همینطور که خیلی اینو دوستش دارم، سنجد داشتم از پارسال، بعد سمنو که خریدم، سماقم داشتم، گندمم داشتم و این اسماج نورم گذاشتم، فقط شم نخریدم که حالا اونم خیلی مهم نیستش. یه چیزی کم داره سفره هفت سینم، یه دونه سرکه کم داره که سرکم اگه برسم میرم تا سر کوچه یه سرکه میگیرم که اونم حالا بخواد تا شب بپره دیگه. فکر میکنم کامل باشه سفره، خیلی دوستش دارم. برچم هوارم بهتون نشون بدم که امروز کلی بارون اومده، البته دمای هوا خیلی خوبه، اصلا سرد نیست، خیلی هم بوی خوبی میاد.